سلام امیدوارم حال دلتون عالی باشه یا سمن هستم و توی این ویدیو قصد دارم به انواع ماسک خونگی برای درمان موهایی که ضعیف شده خوش شده و اینکه که و موهایی هستن که دمج هستن و بد حالتن و قرار واجب این قضیه براتون یه ماسک خونگی فوقالعاده عالی رو داشته باشیم تا انتهای ویدیو همراه من باشید ها اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد تو پوست مو سلامتی حتما چل یوتیوب منو سابسکرایب کنید لایک کنید و در نهایت برام کامنت بذارید خب بریم سر اصل ویدیو موزمون. بچه بچه‌ها موادی طبیعی که حالا توی مو وجود داره از کراتینو کلاژن گرفته تو انواع اقسام مواد دیگه به مرور زمان به خاطر یک سری شرایط محیطی مثل انواع آب و هوا شرایطی که حالا بر اثر رنگ کردن دکلوبه و حالا دلایل دیگه ای که حالا وجود داره موی یه بعد از یه مدت حالت خشک دمج و ضعیف میشه وقتی که این اتفاق میفته شما برای درمانش باید از یک سری ماسک موهایی استفاده کنید که علاوه بر این که چربی و بسانی بالایی داشته باشه ویتامین وسانی خیلی خوبی داشته باشه یعنی همون ویتامین هایی که شاید به طور معمول توی مصرف روزانتون هم داشته باشید حالا تو سبزیجات مواد غذایی یا حالا چیزایی دیگه تو یه سری از ماسکا باید وجود داشته باشه که این ماسکا رو وقتی موهاتون استفاده میکنید موهاتون سالم تر بشه و از این حالت در بیاد و تقویت بشه که امروز حالا موضوع صحبتمون واجبه همینطور هستش اولی ماسک خونگی که میخوام بهتون بگم برچه ماسک روغن زیتون و اصل و روغن ناگیل و با لیمو و حالا یه سری مواد دیگه است خب تو این اول دونه دونه بهتون بگم بعد حالا ماسکشو ترکیبشو ترکیبش بهتون بگم اول از همه بچه واقعا زیتون باید حتما واقعا زیتون طبیعی باشه بدون اسانس و بدون مواد شیمیایی که برای خرید واقعا زیتون باید حتما از عطبی واقعا زیتون بگیرید واقعا زیتون حافی مواد نرم کننده و تغذیه کننده موه و خاصیتی که داره مقابله میکنه با از دست رفتن چربی طبیعی موهاتون و اگر پوست پوسته میشه کف سرتون مخوبه میزنه شکننده سازندگی کاملا درمان میکنه اصل حاوی مواد نرم کننده و محافظت کننده و قند بالا هستش که در از از ریزش موهاتون جلوگیری می میکنه و موهاتون رو نرم و برواق میکنه روغن نارگیل حاوی مواد نرم کننده است که خاصیت نرم کنندگی و لطیف کنندگی موها رو داره لیمو حاوی ویتامین C خاصیت توانایی جذب روغن بیش از حد سبو داره مخصوصا برای کسایی که حالا کف سرشون چرب هستش یا اینکه کلا موهاشون چربه بهتره که از لیمو نه تنها برای پوستای چرب صورت بلکه برای موها هم خیلی مناسب هستش که هم ویتامین رسانی میکنه هم اگر که خیلی موهاتون چرب میشه یا کف سرتون چربه لیمو گزینه مناسبیه که پهاش کف سرتون رو کاملا کنترل میکنه و موها رو اگر که قارچی خدای نکرده باکتری با چیزی هم توی کف سرتون داشته باشه یا تو موهاتون داشته باشید کاملا از بین میبره بچه نکته مهمی که در مورد لیمو میتونم بهتون بگم هیچ وقت به صورت مستقیم از لیمو روی موهاتون استفاده نکنید چون خاصیت اسیدی بسیار بالایی داره خودش باعث ایجاد ریزش مو میشه و اگر که زیاد هم استفاده بشه متاسفانه خشکی بیش از حد میاره که اصلا خوب نیستش مخصوصا برای موهای و پوست موهایی که جنسشون خشک هستش با پوست سر خشک اصلا نباید از لیمو استفاده کنن چون نتیجه عکس میگیره. بعدی سرکه سیب بچا سرکه سیب حاوی مواد ضد قارچ و ضد باکتری خاصیتی که داره اگر کف سرتون خیلی میخواه سرکه سیب برای کاهش خارش سر کمک میکنه و بدون از بین بردن واقعا طبیعی مو کاملا موتون رو تمیز میکنه بعدی تخم مرغ بچه تخم مرغ حاوی ویتامین ای آدی هستش و پورتاین اسید های چپ که خاصیت درخش شفافیت موها و کاملا حفظ میکنه و شکر قهوه هم حاوی دانه های لای بردار طبیعی خاصیت سلهای های مرده مو و پوست کف سبا کامل از بین میبره و به ترمیم موهاتون کمک میکنه خب حالا سوال اینجاست که بابا با با برای طرز تهیه این ماسک به حال حالا مواد اولیه رو گفتیم چه کاری باید بکنید اگر موهای چربی دارید بهتره که یک قاشق چای خوری روغن زیتون یک قاشق چای خوری اصل یک قاشق روغن نارگیل و دو قاشق چای خوری لیمون و نصف قاشق شایخوی سرکه ی سیب به همراه شکر قهوه‌ای در حد مثلا اونم باز نصف قاشق مواد رو با هم دیگه ترکیب کنید و کل موهاتون بزنید و استفاده کنید اما اگر که موهاتون خشک هستش بهتره توش لیمو حذف کنید و شکر یعنی دقیقا به اندازه موادی که بهتون گفتم دو از اول اصل واقعا ناگیل و سرکه سیب تخم فقط استفاده کنید مواد وقتی ترکیب کردین به مدت 15 دقیقه روی موهای تمیز و کف سر تمیز بعد این کار انجام بدید بچه کاملا ماساژ بدید بعد از هلوش 3 تا 4 دقیقه بیشتر از این نه چون خدای نکرده ممکنه که موهاتون آسیب ببینه ام... کاملا موهاتون رو بعد با آب ولم یا سرد به همراه شامپو و یک نرم کننده مختص موهاتون کاملا بشویید یه ماسک موی ما خونگی میخوام بهتون بگم اگر موهاتون خشکه اگر که موهاتون خشکه میتونید یه فنجان ماست یه عدد زرده تخم مرغ با هم دیگه مخلوطش کنید و بذارید به مدت 20 دقیقه رو سرتون بمونه. سپس در نهایت باز دوباره موهاتون رو با شامپو بعدم با نرم کننده بشویید. بچا زرد تخم مرغ در اصل برای موهای خشک و ز... سفیده تخم مرغ برای موهای چربه هیچ وقت سنگ نکنید این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کنید تو ماسک موتون استفاده کنید مگر اینکه جنس موتون مختلط باشه که این موقع خدا نکرده مشکلی برای موتون به وجود نیاد و نکته بعدی هم این هستش اگر به بوی تخم مرغ خیلی حساس هستید کافیه که مواد دو یعنی ماست و تخم و مرغ و یه فنجان ماست و یه عدد زرده تخم مرغتون رو بیاید به شامپوتون اضافه کنید شامپو ها هم کنید برنده خارجی باشه که بوی خیلی زیادی داشته باشه که بوی اون زهمه حالا تخم مرغ رو در از بگیره. وقتی این کار کنید بهتون قول میدم که ماسک موی فوق میشه فقط نکته بعدی که اگه بخوام یه برند شامپو خوبم برای تخم مرغ استفاده بهتون معرفی کنم داو تو این قضیه خیلی خوبه که هم از خونه هم مغازه میتونید تهیه کنید مختص موهاتون بوی تخم موقع رو کامل میگیره یعنی شما اگر این مواد رو با داف امتحانش کنید اصلا بوی زخم نمیده چون من خودم از داف استفاده کردم برای این ماسک نتیجه فوق العاده گرفتم ماسک بعدی ماسک اصل و روغن زیتونه که کافی که روغن زیتون رو توی ظرف روی شعله بذارید بچه کاملا به جوش بیاد بعد بذارید خنک بشه دو قاشق اصل رو به بغان زیتون خنک شدهتون اضافه کنید بذارید این ماسک رو به مدت 10 تا 15 دقیقه روی موها پوست سرتون کاملا بمونه بعد از اون سرتون رو به خوبی با آب سرد بشویید و این ماسک رو که یکی از بهترین ماسک هستش رو کاملا میتونید هم موهای موی خوش هم برای موی چپ میتونید از این ماسک استفاده کنید و نتیجه فوقالعادهشم ببینید ماسک موی بردیمون مون بچه ماسک موی خونگی شیو نارگیله که من این ماسک مو زیاد در موردش صحبت نکردم این اولین باری که دارم در صحبت میکنم بچه شیو نارگیل خاصیت تعمیم کنندگی خیلی بالایی داره ولی خب از اونجایی که این میوه هستش خب به تو همه فصل ها در دسترس نیست به خاطر همین قضیه اگر که توی فصل هستیم که میتونی شی ناگیل رو بگیرید حتما هم برای پوست صورتتون هم برای موهاتون فوقلاده هستش که مواد لازم شیش قاشق غذاخوری روغن زیتون یه مقدار آب ولم یا گرم که ترجیحا من میگم آب گرم اضافه کنید یک فنجان شیر ناگیل اول از همه شیر ناگیل و روغن رو با هم دیگه ترکیب کنید بعد این مخلوط رو از میشه یا موتا نوک موهاتون بزنید اگر موسرتون سرتون میزنید حتما موهاتون رو با یه نایلون یا کلاه کامل بپوشونید بذارید 10 دقیقه 15 دقیقه بمونه بعد از گذشته این زمان بچه موهاتون رو آبکشی کنید ماسک موی بعدیمون ماسک موی هستش که باز برای روغن نارگیله که این ماسک مو هم حتی برای موهای دمج ضعیف شده خیلی خوبه که ماسک موی واقعا ناگیل یه قاشق واقعا ناگیل یه قاشق اصل مواد رو با هم خوب ترکیب کنید و اگر که مواد کامل با هم ترکیب نشد میتونید بچه یه مقدار آب جوش بهش اضافه کنید هیچی بدی نداره بعد با هم دیگه ترکیب کنید از وقتی خونک شد از کف سر تا انتهای موهاتون کامل بمالید بعد از بلوش 15 تا 20 دقیقه آب کشی کنید این ماسک حساس برای موهای خشک فوق العاده است برای موهای چرب هم خاصیت ترمیم کننده و تقویت کننده داره نتیجه خیلی خوبی هم میگیرید وقتی اینو استفاده میکنید فقط بهتر هفته ای نهایتا دو بار بیشتر از این ماسک استفاده نشه اگر که ریشه های موهاتون خیلی ضعیف شده و میخواید تقویتش کنید یک عدد زرده تخم مرغ برای موهای خشک یا اگر موهاتون چربه یک عدد سفیده تخم مرغ برای موهای چرب با دو قاشق غذاخوری روغن کرچک و یک قاشق غذاخوری پودر ویتامین آ بچه پودر ویتامین آ تو خود کپسولش هست وقتی کپسول و ویتامین آ رو میخرید همون مواد رو کامفیه که کامل بریزید داخل اون کاستون و مواد رو هم دیگه مخلوط کنه بعد از ریشه موهاتون ماساژ بدین تا انتهای موهاتون و بذارید ماسک به مدت دو ساعت بچه رو موهاتون بمونه این کار هم به تقویت بیشتر ماتون کمک میکنه هم جلوگیری میکنه از ریزش مو. خیلی فوق العاده است این ماسک رو من پیشنهاد میکنم حتما استفادهش کنید ماسک موی بعدیمو ماسک جعفری و روغن زیتونه بچه دو قاشق غذاخوری روغن زیتون رو با دو قاشق غذاخوری جعفری خود شده با هم دیگه ترکیب کنید که برای ترکیبشان به حتما بچه ترجیحا تو مخلوط کن که کامل ریز ریز بشه و مواد و ویتامین های در اصل جعفری به خود روغن زیتون بره و یه ترکیب فوق العاده ای بشه بعد بذارید روی کف سرتون ماساژ بدین تا انتهای موهاتون بذارید به مدت یک ساعت رو موهاتون بمونه تو این شرایط تنها کاری که باید انجام بدید اینه وقتی که این کار انجام دادید یه حوله رو گرم کنید با یه اتو و به صورت خیلی خیلی داغ روی موهاتون بپیچونید جویی که کل موهاتون رو قشنگ داخل حوله باشه و بعد هم میتونید حالا از یه کلاه رنگ مو برای اینکه حالا دوباره کل موهاتون رو حفظ بشه استفاده کنید بچه بذارید نمونه یک ساعت مو موهاتون بمونه اون گرما در از باعث میشه که تاثیر ماسک مو خیلی بیشتر بشه در نهایت هم موهاتون رو با آب بلند بشویین و با شامپو و ماسک روی موهاتون استفاده کنید ماسک بعدیمون که دوباره برای تقویت موهای ضعیف شده است ماسک جو یه قاشق غذاخوری جو یه قاشق کرچک یه قاشق شیر یه قاشق چای خوبی ویتامین آ یا ویتامین دی که بازم بهتون گفتم اینا همش کپسولش هست پس ها کافی فید فقط از داروخونه بخرید مواد با هم ترکیب کنید بذارید این ماسک به مدت چهار ساعت رو ماتون بمونه بعد رو خوب بشویید تایمش خیلی مهمه چون تاثیر گذاری این ماسک بچه خیلی دیرتر از بقیه ماسک هاست مثلا بقیه ماسک ده دقیقه پونزه دقیقه نتیجه میگه ولی این چون توش جو داره یه خود جو طول میکشه تا در اصل به خود موهاتون بره یه ماسک موی خانگی تقویتی هم برای موی چپ پنج قاشق غذاخوری ماست یه قاشق غذاخوری جوش شیمی یه قاشق غذاخوری آب لیمو تازه مواد رو با هم ترکیب کنید ماسک رو به مدت 40 دقیقه بچه‌ها و موهاتون بذارید بمونه در نهایت اونو رو بشوید و موهاتون رو فقط هم با آب بشوید این ماسکو کافیه که هفته یک بار ازش استفاده کنید یه ماسک موی عالی هم برای موهایی که حالا شوره میزنم بهتون بگم که یه عدد حبه سی یه قاشق غذاخوری روغن زیتون بچه سی روغن زیتون رو تو مخلوط کن بریزید مخلوطش کنید بعد بذارید داخل مایکروویو یا ماکروفه به مدت 20 ثانیه بیشتر هم نه گرمش کنید بعد ماسک رو کاملا رو موهاتون بمالید ریشه موهاتون رو ماساژ بدید موهاتون رو با یه حوله گرم بپوشونید و بذارید به مدت یک ساعت موهاتون بمونه بعد موهاتون رو با شامپو بشویید برای نتیجه بهتر, بهتر بهتر این ماسک هم دو بار در هفته استفادهش کنید بچه‌ها اگه شوری سردابین ببینید معمولا ماسکایی که برای شوی سر من معمولا معرفی میکنن چون های درمانی هستن شما در جا نتیجه اون ماسک رو نمیبینید یعنی تو استفاده مداوم توی پروسه سه ماه تا 6 ماه اون نتیجه رو میبینید پس اگر از این ماسک استفاده کردین و بعد از اون نتیجه خیلی زیادی اون ماه تو مشاهده نکردین نگران نباشین این یه پروسه درمانی داره که حداقل پروسهش هم سه تا شش ماه هستش ماسک موی بعدیمون ماسک دان کتان هستش و روغان نارگیل بچه یه قاشق چایخوری دان کتان رو کاملا اول از همه بسابینش بعد با یه لیتر آب کاملا آبی که جوشونده باشه مخلوطش کنید کاملا بعد دوباره بذارید به مدت 15 دقیقه بجوشه بعد محلول رو کاملا صاف کنید و بذارید خنک بشه بعد بهش دو قاشق واقعا ناگیل اضافه کنید اجازه بدید که این دو ماده به مدت ده دقیقه کاملا به خورد هم برد یعنی همچنان که داره خونک میشه مواد هم کاملا به خورد هم دیگه میه بعد موهاتون رو شامپو بزنید و در نهایت موهاتون رو با آب ولم بشوید برای تاثیر بهتر این ماسک بهتر که اینو هر دوز یک بار از این ماسک بچه استفاده کنید تا نتیجه فوقلتش رو ببینید یه ترکیب خونگی عالی که آخرین ماسکمون هستش تو این ویدیو بهتون بگم باز برای تقویتمون. نخود خام جوجوبا گندم لوبیا قرمز ماش رو به یک نسبت مساوی با همدیگه تو آسیاب کنید. وقتی به شکل پود درآمد یه مقدار شوله تفتش بدید و بعد به اندازه دو تا سه قاشق غذاخوری از این پود رو با مقدار شیر سرد مخلوط کنید تا مثل ماست چکیده بشه و بعد شب قبل از خوابتون کاملا از بشه موهاتون بمانید و با یک کلاه کاملا پلاستیکی یا پارچه‌ای یا حتی میتونید با روسری بپوشونید و بذارید تا صبح موهاتون بمونه بچه ولی اینجور ماسک ماسکایی که قرار تا صبح بمونه من پیشنهاد میدم بهتر پلاستیک استفاده کنید که یه موقع بالشتون گذیب نشه و نکته بعدی هم این هستش که وقتی مواد کاملا تف دادید حتما یادتون باشه که بذارید خونک بشه و بعد بهش شیو اضافه کنید امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه لذت بوده باشه ممنون که تا انتهای ویدیو همراه هم من بودید اگر که از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما چنل یوتیوب من رو سابسکرایب کنید لایک کنید برام کامنت بذارید هر سوالی داشتید از من بپرسید در اسرع وقت سعی میکنم تمام سوالاتتون رو جواب بدم بهترینه ها براتون آرزو میکنم امیدوارم که روز خوبی داشته باشید مرسی و فعلا خدا نگهدار